چند وقت اخیر که بعضی از دوستان با من صحبت می کنند خیلی دارم من می بینم که تعداد اشخاصی که فوق لیسانس دارن یا دکترا دارن دارن که از ایران خارج میشن یا اینکه نوشتن که خیلی از دوستان نوشتن که به کشورهای مختلف میخوان که برن و مخصوصا توجه منو چیزی که گرفت یا آقای نوشته بودن که فوق لیسانس معماری دارن ایشون مهندس هستن ایشون و متهل سه هزار دلار سرمایهشون هستش و تصمیم دارن میگیرن که به هر کشوری برن و این قسمت منو یه کمی اذیت کرد اینکه آیه کاملی من حاضرم هر جایی که هستش برم حتی اگر که از کارهای پایین باید شروع بکنم بکنم و حتی اگر در گوشه خیابون باید بخوابم این کار انجام من میخوام بدم به خاطر اینکه با معدل با معدل 19 و پنجاه خیلی معدل بالایی. که اومدم بیرون هنوز من نمیتونم که کاری رو انجام بدم و بهتره که من بیام بیرون مطمئن هستم شما در مورد این مسئله شنیدین خوندین روزنامه ها حتی در مورد این مسئله صحبت کردن و دوست داشتم که اگه اجازه بدین در برنامه امروز در مورد این مسئله, مسئله کمی با هم دیگه صحبت بکنیم با. از دو چیز هستش یکی اینکه چرا انقدر ما کسانی که مخ هستند و نظر ام. علمی در درجه های بسیار بالایی هستند چرا دارن که از کشور متاسفانه با. میان بیرون با. اجازه بده قبل از اینکه وارد این بحث بشیم به خانم مریم میرزاخانی تبریک بگیم به خودشون به خانوادهشون و حتی به ملت ایران تبریک بگیم که واقعا موجب کسب افتخار و سرافرازی برای ملت ما و کشور ما شده درود برایشون واقعا ببینید این خانم این نابغه این خانم محترم و فرهیخته در سن سی و یک سالگی توانست استادی دانشگرسی دانشگاه تکری بزنه بله ایشون فارغ تاثیر دانشگاه شریف تهران هستن و از همون کودکی ایشون استعداد ریاضی داشتن <تصفح> بعد جالب اینه که هاروارد دانشگاه هاروارد بهترین دانشگاه دنیا و واقعا ایشون بورسیه داد و اومد در هاروارد فارغ تحصیل شد همونجا تدریس کرد و بعد رفت به دانشگاه پرینستون جایی که انشتن تدریس میکرد ایشون تدریس کردن و الان استاد دانشگاه استنفورد هستن و این جایزه ریاضی گرفتن که اولین زن و اولین زن ایرانی هستند که به دریافت این جایزه مفتخر شدند ما هم واقعا باید افتخار بکنیم به وجود چنین زنی افتخار بکنیم به بهشون ولی من یک گلایه دارم اینجا که میخوام گله بکنم از رسانه های ایران وقتی شون این جایزه گرفتن ریاست جمهوری تبریک گفتن بسیار عالی بود از جانب ایران تبریک گفتن ولی رسانه ها عکس این خانم میزخانی رو که چاپ کردن تو روزنامه ها بحث حجاب و بی حجابی پیش آورده بودند یعنی اون اصل مطلب رو به هاشیه روندن و این سعی نیست به جای این که بگیم که عکسیشون رو طوری چاپ کردن که پشت سرشون یک صفحه سیایی بود و موهاشون در این صفحه محب بشه که نشون داده نشه مو مسئله مو مهم نیست و مسئله مغز این خانم مهمه بله. به اون توجه باید کرد اینجاست که باید به مغزها احترام گذاشت مغزها را پرورش داد و قدر اینا دونست تا اینا فرار نکنند دنبال همین مطالب شما که چرا اون آقای مهندس فرار میکنه و میاد و میگه که من میخوام به هر کاری دست بزنم ولی از اینجا بیام بیرون اینا مسائلی است که باید دقت کرد ببینید الان مسئله وزارت علوم پیش اومد و و این مسائلی که مرکز علم مرکز دانش جایی که تصمیم گرفته میشه در مورد علوم دچار این ناهنجاری ها و نابسامانی ها هست و چه بساتی را داده بوده تو مجلس و که این آقای وزیر رو استیزایش بکنن که چه کار کرده چه کار نکرده و خیلی مطالبی که پشت پرده است و پشت سحنه است اینها خدشه وارد میکنه به پیشرفت علم به دانشمندان، به عالمان، به کسانی که تحصیل کرده هستند وقتی میبینن تبعیض در بعضی جا هست نارسایی ها در بعضی جایی هست چه کار بکنه بله. افراد تحصیل کرده کسانی که دانشگاه تمون کردن و تخصصی دارن و جویای کار هستن و میخوان زندگی تشکیل بدن و موفق نمیشن اینها یک حالت حساسیتی پیدا میکنن یک حالت شکنندگی پیدا میکنن با اینها خیلی با ظرافت باید رفتار کرد وقتی نگاه میکنه که بر اثر بعضی سفارشات یا میارها یک ادهی که شایستگی بورسیه ندارن بورسیه میگیرن خب این شخص ناراحت میشه میگه من با معدل خوب بودم چرا من بورسیه نگیرم اینها چیزهایی که اثر میذاره روی دانشجو و این فارغ و تحصیل ها. و واقعا وقتی میبینن ناکامن و موفق نیستن تنها راهش اینه که میان به سمت کشورهای خارج و میان اینجا و نمیدونن که چه در انتظارشون است بعضی هاشون موفق میشن بعضی هاشون نه خیلی شکست میخورن و زندگیشون رو برباد میدن روی حساب باید دقت کرد باید بررسی کرد ما در حدی که تواناییمون هست میگیم مطالعه میگیم ما تا زعمای قوم هستن در ایران که باید در این مورد تصمیم بگیرن و امیدوارم که جلوه این مسائل گرفته بشه بیشتر کسایی که دارن صحبت میکنن که میدونید ما الان همین خانم که شما فرمودین یعنی که فارغ دسته شریف بودن بار پس, پس ما میتونیم که ببینیم که دانشگاه های خوب در ایران هستش و اگر که بتونن دانشگاه ها و دانشجویان دانش با کشورهای خارجی در مورد مسائل علمی با دانشگاه های مختلف در رابطه باشن اون سطح علمی که الان ما داریم در ایران که بسیار سطح بالای علمی هستش میتونه بالاتر هم بیاد حساب کسایی هم که در ایران هستن نمیتونیم بگیم که خیلی من اشخاص من تماس میگیرن میگن که های کامل اینجا سطح علمی پایینه به نظر من سطح علم ایران پایین نیستش ما پزشکای بسیار عالی داریم وکلای داریم مهندس های خوبی داریم ریاضیدان های بسیار عالی داریم که به جاهای خیلی بالایی رسیدن و سطح علم ایران بالا هستش ولی تنها چیزی که به نظر من ملت رو خیلی معیوز کرده اینه که زحمت میکشن لیسانس میگیرن زحمت میکشن فوق لیسانس دکترا میگیرن در یک رشته در دو و بعد وقتی که میبینن که کاری ندارن که انجام بدن یا اینکه با اون مدرکی که اینقدر زحمت کشیدن نمیتونن وارد بازار کار بشن مایوس میشن و نمیتونن که متاسفانه از از اون علمشون استفاده بکنن و برا همینه که خیلیام میان بیرون و ما در ایران اسمشون میذاریم فرار مغزها درسته حالا اون مغزایی هم که مشکلی هم که هستش خیلی از این مغزهایی هم که میان بیرون متاسفانه وارد جامعه علمی و دانش دانش ایالات متحده یا کشورهای اروپایی نمیشن بنابراین که اشتباه مهاجرت میکنن و اون یک مسائل خاص خودش داره درسته هر کسی که الان در رشته دکترایی که داره در ایران و داره به عنوان یک دکتر اقتصاد دکتر جامعه شناسی داره کار میکنه وقتی خارج میشه از ایران در همون رشته خودش کار نمیکنه یعنی که پیدا کردن کار یا کارفرمایی در رشته خودش در کشوری که میزبانش هستش الان داره میره خیلی سخت خواهد بودش و بدین جهت خیلی از مهاجرت ها هم شما نگاه بکنید در قشر تحصیل کرده کشور اون تحصیلات و اون دانش همون طور وایساده نه اینکه وایساده بلکه عقب هم میره به خاطر اینکه در اون جامعه جدیدی که دارن میرن نمیتونن که از دانششون استفاده بکنن بله همین مطلب بود که گفتم که بعضیا میان موفق میشن بعضیا شکست میخورن بله وقتی در رشته خودش نره اون دنبال آرزو و هدفش نره بل اجبار میره رشته دیگه کار دیگه میکنه به خاطر زندگی به خاطر بقای خودش خانه‌ها ارضا نمیشه اون خواسته های درونیش بله یک مطلب دیگه من میخواستم بگم و این که در مورد کیفیت دانشگاه قبول سطح دانش و علم بالاست و بعضی از دانشگاه بسیار عالی ولی بعضی ها در کیفیت بسیار مطلوبی نیستند خود آقای وزیر علوم اعلام کردن که از سال 1384 تا 92 حدود دو مؤسسات آموزشی 950 تا بوده در سال 84 در سال 92 شده 2500 مؤسسه آموزشی دایر شده وا. یعنی 1500 تا در ظرف 7 سال یا 8 سال خب این مؤسسات چطوری تشکیل میشه؟ 1500 مؤسسه آموزشی با کدام امکانات با کدام وسائل و کدام استادا که تدریس کنند در اونجا. کی تدریس میکنه 1500 مسه آموزشی که فارغ تحصیل میده لیسانس میده بیرون فوق لیسانس میده بیرون اینا چجوریه سطح علمیشون. شد جو در نمی این صحبت خود آقای وزیر بله. علوم است در مجلس صحبت کردن درسته بله. و هیئت علمی خیلی از دانشگاه‌ها ها جدا خوب هستند. ما اینو قبول داریم و دیدیم ما ولی کن چیزی که شما میگین که یک دفعه 60 درصد هفتاد درصد یا یه بیشتر اصلا بیش دو, برابر و نیم شده در دو برابر و نیم شده این شماره آم. جای تعجبه این اس دادن پن در ظرف هفتاد دو ساله دو سال کار علمی گذشته 950 تا بوده در ظرف این هشت سال از سال 84 تا 92 شده 2500 مستاموسی یعنی بینید دو برابر و نیم شده در حقیقت بله. خب اینها اینها کی داره درس میده بچه رو چگونه کنترل میکنن تو مدارس چگونه مطمئن میشن که سطح علم و دانش بالا رفته آیا کنکور می ما کنکور وارد شدن به دانشگاه رو داریم آیا کنکور خارج شدن از دانشگاه رو داریم ما که اینو که سطح علمی ها چگونه مثلا در کشورهای خارجی کسانی که آم، وکیل میشن باید بعد از اون قبل از اینکه وکالت بکنن یه کنکور دیگه بردارن درسته. پزشکا همینطور برای جامعه پزشکی بدن و پزشکی ایران هستش که باید که خب امتحانات رو بردارن مطمئنشن که اینا اشخاصی هستن که میتونن که این کار رو انجام بدن ولی آیا جدا ما در همه رشته ها همچین چیزی داریم که ببینیم که اون سطح علمی آیا جدا به جای استانداردی هستش که باید باشه نه الان 1500 تا مؤسسه آموزشی هست استاد داره برای چند رشته های مختلف دارن درس میدن م... این استادا رو از کجا آوردن معیارشون چی بوده آیا فقط به صرف اینکه از فلان دانشگاه فارغ التحصیل شده با آیا با مدرک لیسانس اینا استاد شدن با مدرک فوق لیسانس استاد شدن با چی استاد شدن تجربه کاری داشتن فقط فارغ التحصیل از دانشگاه که نمیتونه استاد بشه بله باید کار بکنه باید تحقیق بکنه ریسرچ کنه ب... کتاب بنویسه مقاله بنویسه بگه تا اینکه مراحل بکنه استادیار بشه تا بشه استاد این 1500 تا چیکار کار کردن؟ و آیا الان دانشگاه شده تجارت یا جدا یک محل آموزش؟ ببینید محل آموزش هست ولی یک مطلب دیگه هست به اون افراد که بیکار هستن براشون یک مقداری برای اینکه وقتشون رو پر بکنن میرن دانشگاه متاسفانه جوان ها وقتی کار پیدا نمیکنن لیسانس میگیره میره بیکاره میگه چه کار کنم میگم میره میرم لیسانس بله. فوق لیسانس میگیره میگه بیکارم دوباره میره دوره دکترا اقلا یک بهانه موجهی هست که از خانوادهش کمک مالی بگیره اگر نه چه کار بکنه درسته و اون بر در مورد دانش آموز دانشجویی که میره اون دانشگاه درسته ولی سوال من اینه که آیا الان این شماره که شما گفتیم من دارم فکر میکنم آیا این دانشگاه ها رو مثل یک تونه تجارتی هستش که میسازن که امیدوارن که اشخاص بیان و شهریه بدن و در اونجا از طرف اون شهریه بتونن که استادای دانشگاه پول بگیرن اگر که باشه سودی باشه برای صاحب دانشگاه یا چیزی باشه مثلا در ایالات متحده هستش منده. در ایالات متحده دانشگاه جدا یک تونه و تجارت بسیار خوبی هستش بله. در مؤسسات در... آموزشی سرمایه گذاری میکنن بهترین بیزینس منو هستن درسته واقعا در ایران هم هستند که منافع مادیشون بیشتر مورد نظر هست تا اینکه که بخوان مسائل آموزشی رو مورد من. نظر قرار بدن متاسفانه الان اگر که بخواد به نظر شما کاری انجام بشه که جلوگیری از فرار مغزهای ایران باشه که نیان بر حسب صحبتهایی که تو این چند دقیقه اخیر کردیم به کشورهای خارجی آم اگه میخوان در رشته خودشون ادامه بدن احسن بهشون باید این کار انجام بدن بیان علمشون رو بالا ببرن و بعد یا در کشور خارجی یا برگردن به ایران خدمت کنن خیلی عالی ولی اگر که بخوان در همین رشته خودشون که هستن برن پایین تر و کارهایی رو انجام بدن که در دانش و در علمشون نیستش به نظر من کار اشتباهیه که خارج بشن چگونه میشه کاری رو به نظر شما انجام داد که ما بتونیم که این قشر رو بهشون اون حق انتخاب و گزینه ای رو بدیم که در ایران بتونن که بمونن یک عده هستن از دانشجوها که واقعا دنبال علمند واقعا میخوان تحقیق کنن و کشفیاتی کنن دنبال علم هستن برای اونا باید وسایل و امکانات فراهم کرد در دانشگاه وسایل و اون امکاناتی که در آمریکا هزار کشور دیگه هست ممکن در ایران نباشه بلده. اونا میان به دنبال این امکانات که از این امکانات استفاده کنن همین امکاناتی میتونن در دانشگاه ایران پیاده کنن این از امکانات شد یک عده هستن که امکان مالی ندارن چون چون بیکار هستند و میان به خارج به امید اینکه درس بخونن و در زمین کارم پیدا بکنن مشغول کار شد و این مسئله اقتصادی مسئله بیکاری مسئله فقر در ایران مسئله مشکلی است که با این حل کرد بله. مسئله اقتصادی خیلی مهمه و بعضی ها به دنبال زندگی بهتر نه نه بعضی شده به دنبال زندگی بهتری میرن و این حقیقت است که مسائل مادی مورد نظرشونه بله. و اینا خیال میکنن در کشورهای خارج امکان بیشتری براشون است ولی وقتی میان و چون در رشته خودشون نیستن در رشته دیگه میرن ممکنه به کارهای دیگری دست بزنن مثلا همون آقای مهندسی که شما میفرمایید که گفته به هر کاری میکنم خب واقعا وقتی ایشون بیاد این مقصن اگر متعهل باشه زن بچه داشته باشه به هر کاری میکنه به خاطر که زنده بمونه درسته یا یعنی عادت میکنه به همون کار تاثیرم هم فراموش میکنه آره فراموش بدیدیم میکنم. هم خیلی بله بله, بله. تو میگی ما میبینی. خیلی اومدن اینجا برافن دوباره به قول خودشون میگن دوباره بیزینس دوباره کار ولی اون علمشون فراموش کردن همینسه فراموش کردن و الانم من دارم نگاه میکنم خیلی بیزینس و کاری که شما گفتین خیلی از قشری که تحصیل کرده هستن و جدا استاد هستن در رشته خودشون نخبه هستن متوجه دارن میشن که ممکنه که از طریق همین کاری رو که در دنبال علم و دانششون برن ممکنه که نتونه که آخر ماه پول اجاره رو بده آخر ماه نتونه که نونی روی میز و سفره خانواده‌اش بذاره الان من یه دونه ایمیل داشتم از ایران شخص نوشته بودن که فوق لیسانس فوق لیسانس شیمی هستن در جایی دارن کار میکنن یک میلیون تومان دارن که حقوق میگیرن در, در زمانی که حقوق اجاره خونهشون یک ممیز دو میلیون تومنه یعنی چجوری زندگی میکنه و من اگر که اون شخص باشم بر میگرم میگم که من برای چی چهار سال رفتم مدرسه برای چی پنج سال رفتم مدرسه که درس بخونم که بیام که اینجا که نتونم که حتی کاری انجام بدم آخر در, در آخر بعد از اینکه دانش رو یاد گرفتم و الان میخوام که کمک کنم به جامعه ولی در این حال ببینید من دارم بر ضد خودم هم صحبت میکنم و جدا من این جواب من نمیدونم برای همین گفتم که با هم صحبت کنیم با بیننده ها در مورد این مسئله اینو بیاریم بالا که ملت فکر بکنن جوابگوی این برنامه ای که یه نفر میره چهار سال درس میخونه 6 سال درس میخونه زحمت میکشه زحمت میکشه بهترین زمان زندگیشو داره میذاره و بعد میدش بیرون کار پیدا نکنه چی میخواین شما به کسی که 18 سالشه الان میخواد بره مرسه بگید بله چی میخواین بگین من ایمیل دارم شخصی 17 ساله تو تلویزیون میگم من هر روز که صحبت میکنم یک تونه یه پرونده است که میگم میگم 17 ساله است 15 ساله 16 ساله است میای کامل من به نظر چه رشته ای بخونم بله 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 ببینید من هر رشته من از من ایمیل دارم اشخاصی دارم که از پزشک وکیل دکترای اقتصاد شیمیست معلم بیکار برای من نوشته یعنی من نمیتونم به این بچه 15 ای سال یا 17 ساله بگم پسر من دختر من برو این رشته را بخون برای اینکه صدی صد موفق بود صدی صد وجود نداره صدی صد که نه تا صدی, صدی و وجود ممکنه نشته باشه ما 35 و پنج درصد الان بیکاری ایران هستش و تنها چیزی که به نظر من ممکنه که کمک بکنه کمک بکنه که فرار مغزها از ایران نباشه دو چیز هست یک ایجاد کار برای آن مغزها و اجازه بدیم که علمشون رو بیشتر توسعه بدن و دو احترام بهشون احترام در سطح علمی احترام به کسانی که ما الان تو دانشگاه داریم نیستش نداریم یعنی که من نیدم اون آقای 17 ساله که به شما میگه که من چه رشته بخونم ببینید این به دنبال علاقه خودش نیست به دنبال زندگی کردنه میگه من چه بخونم که فردا بتونم زندگی کنم و خانواده اداره کنم دنبال علاقهش نیست و این خیلی بده خیلی بده انسان باید به یه چیزی علاقه داشته باشه عشق ببرزه بره دنبالش اون وقت خستگی درک نمیکنه و تلاش میکنه تا به هدفش برسه دوش ولی وقتی داره میره فقط به خاطر اینکه زنده بمونه به خاطر اینکه اداره کنه زندگیش از شما میپرسه از من میپرسه چه رشته به من هم این تلفن ها میچه سوال میکنه بله و بعد راجب اینکه ارزش به علم گذاشتن کاملا درسته یکی از مسائل همینه همین خانم میزخانی رو واقعا باید اینو بزرگش کرد باید چون بزرگ هست بله. یعنی باید داد بزرگه واقعا بزرگه واقعا من درود میفرستم به این خانم به این انسان والا و این ایرانی که موجب سرفرازی ماست باید به اینا احترام گذاشت به اینا عرش گذاشت من چیزی یک داستانی بگم ممکنه به این مسئله نخوره ولی خیلی مسئله است یک آقایی من صحبت میکرد در همین آمریکا میگفت من دبیر ریاضی بودم و در یکی از شهرها کلاس ریاضیات دایر کرده بودم و تدریس میکردم و تعداد زیادی از همین فارغ و کلاس من رفتند و در دانشگاه تدریس می‌کردند خودشون استاد شدن گفت یه روزی منو خواستن از یکی از نهادها خواستن رفتم اونجا دیدم توی یک اتاق یه میزی هست و یک جوانی 22 ساله اینا نشست اونجا میگو از من پرسید که فلانی که میگن تونی مقصد میگو میگو تونی میگو معلوم بود از روستا آمده و تویی نمیتونست میگه میگه تونی میگفتم بله منه میگفت که به من گفت که شنیدم که توی کلاس شما خانم دکمه بازه یقه بازه ایشون میگه که من برگشم گفتم من مسئول خانم نیستم میگه بلند شد از پشت میزش اومد و به من گفت جوابم که میدی میگه دو دسیلی زد تو گوشه من <applause> میگه گو من هیچی نگفتم گفتم چشم اومدم بیرون رفتم بانک پول گرفتم تمام پول شاگردار رو دادم کلاس رو بستم و آزم آمریکا شدم که الان در امریکاست، خودش و بچه پسرش استاد دانشگاه تدریس میکنه یکی از بچه های پزشکه خب ببینید حالا این مال خیلی وقت پیش بوده دیگه امیدوارم چین چیزایی نباشه ولی ببینید این مطالب این چیزها باعث میشه که اینا فرار کنن جلوی این چیزها باید گرفت ببینید که زیادی اینا رو بگیم اینا رو حقیقته باید بگیم رایت باد کرد احترام باد گذاشت به یه مقام علمی به یه مغز متفکر احترام بگذاریم اینا ارزشمندن اینا خدمتگذار بشریت هستن بله به افراد خدمتگذار باید حمایتشون کرد باید احترام بهشون گذاشت بزرگن استاد ما وقتی زمان ما اینطوری بود ما معلمون در دور دبیرستان بزرگم شده بودیم ما صاحب مقام هم بودیم ولی معلمون که میدین دستش ما چی میکردیم معلم دور دبیرستان دبیرستان به ما آموزش داده و نباید با یک دبیر، با یک معلم با یک کسی که انسان فرهیخته است انسان با فرهنگ این دو رفتار کرد نه البته اون مال خیلی قبل قبل و امیدواریم که دیگه چنین چیزهایی اتفاقی نیفته و همه چیز درست بشه ولی منظور همون احترام می بود که شما گفتید من دنبال اون این یاد هم، یاد اومد و این مسئله گویای خیلی مطالبه خیلی و همین بله. چیزهاست که اینا شکستی میشن این افراد ناراحت میشن و چون راه علاجی ندارن راه علاج رو خارج میدونن درستان غافل هست اینکه اینجا هم این خبرها نیست درستان اون چیزی که فکر میکنن بله اینجا هم ممکنه نابسامانی ها باشه اینجا هم ناهنجاری ها باشه اینجا هم تبعیضات ممکنه باشه کجا هست بله بنابراین ایران مملکتی است که میتونه طوری درست کنه که این افراد تحصیل کرده رو در خودش جذب بکنه چطور هاروارد بورسیه میده خانه میز خانه رو میار اینجا شما هم میتونید این کار بکنید میتونید نخبگان رو بیارید تو مملکت بگذارید برای این مملکت کار بکنه بچه ها بیان اینجا تحصیل کنن و برگرن بدونن وقتی میرن اینجا کارشون معلومه شغلشون معلومه جاشون معلومه دعوتشون کردن به کار زندگیشون تأمینه میره برای چی بمونه اینجا این چه لذتی داره براش کشور خودشه فرهنگ خودشه زبان خودشه فامیل خودشه آب خاک خودشه سرزمین خودشه بله و همونطور که ما می‌بینیم بیشتر شما نمی‌بینید که ژاپنی‌ها جایی مهاجرت کنن همیشه برمیگن هر تا هر جایی هم که برن برمیگردن برای تحصیل به کشور خودشون و در این برنامه اجازه بدین که یک صحبتی میشه که در مورد میگن انگلیسیش میشه think globally act locally آم بزرگ فکر کنید در مورد دنیا فکر کنید ولی کوچیک شروع بکنید از جایی کوچیک شروع کنید و اجازه بدین که من این برنامه رو در همین برنامه ما پشتیبانی خودمون رو به تمام استادها به تمام دانشجوها به تمام کسانی که در دنبال علم و دانش هستند ما پشتیبانی خودمون رو ثابت بکنیم و نشون بدیم و کار کوچیکی که از دست من برمیاد و دفتر برمیاد اجازه میخوام که بذاریم که ملت با ما تماس بگیرن سوالاتشون رو بپرسن. مخصوصا قشر علمی کسانی که دنبال دانش هستند و به ما ایمیل بزنید ما اقلا بتونیم که در تا جایی که بتونیم نظرها را بگیم بتون بگیم که چه خبر هستش راه خوب یا راه درست ممکنه به نظر ما چی باشه مهاجرت باشه مهاجرت نباشه چه رشته خوبه چه رشته بده به نظر خودمون و اگر هم که اجازه بدن دوستان مطالب و بعضی بیاریم و صحبت بکنیم در مورد این مثلا که بانیم. تا زمانی که در موردشون صحبت نشه پدر نمیشه که مسائل رو حل کرد و متاسفانه خیلی از این مسائل نمیادش بالا توی جامعه صحبت بشه و اجازه میخوام از شما که اگر همچین ایمیلایی شدهش ما شروع کنیم بکنیم رو بیاریم و در موردش صحبت بکنیم که چگونه میتونیم که با هر هر ایمیلی به نظر من ایمیل نیستش هر ایمیل نشان دهنده زندگی یک نفره بله، بله. من اون ایمیل نگاه نمی کنم برای همین من ایمیلایی که میاد خیلی بله. با دقت جواب میدم که ببینم که ببینید برای اینکه بر حسب یک سوال یا جوابی که جوابی که من دارم میدم زندگی ممکن عوض بشه صدت و صدت. صدت. زندگی یک نفر نسل های بعد هم اثر میذاره رسا اگر اجازه بدین ما این کار انجام بدیم که کمی دانشجوها و کسایی که دنبال علم هستن دنبال دانش هستن یک کمی بهتر راهنمایشون کنیم فکر کنم که, که تنها چیز کوچیکی هستش که ما بتونیم در قسمت خودمون بتونیم که انجام بدیم ما واقعا به تمام اساتید دانشگاه ها و مساد احترام خاصی قائلیم استاد هستن و استاد مقام والایی داره و قابل احترامه فقط تقاضای ما اینه که دولت مردان و کسانی که امکانات دارن حتی اشخاص عادی اشخاص غیر دولتی که مثلا مادیشون خوبه امکانات دارن اینا به دانشگاه ها کمک بکنن با مسات آموزشی کمک کنن در خرید وسایل کمک کنن در تحقیقات کمک بکنن چطور در آمریکا هستن سرمایه‌داری که فاندی فاند ب... میگن که ف... روی فلان چیز ریسرچ کنن تحقیق کنن فلان مرض فلان چیز بله. و تحقیق سالیان سال تحقیق میکنن خب در ایران هم کاری بکنن سرمایه‌داری بزرگی ما داریم یک مقدار از سرمایه‌شون بذارن برای تحقیقات بدن به دانشگاه ها دانشگاه ها هم میتونن همینا رو بوسیه بده همینا به بچه‌ها ب... خرج بچه‌ها بکنه بنابراین مملکت ما میتونه بهترین مملکت بشه برای که ما واقعا ملت با فرهنگی هستیم و همه هم عاشق علمیم همه عاشق دانشیم ببینید همه دارن مقدار فعالیت می‌کنه که برن تحصیل کنن بله. بنابراین اینا رو پشتیبانیشون کنیم و از کارفرما ها هم باید که به نظر من هر کسی که بتونه که یک نفر رو بهش کاری بده به کمکی کنه که رشدی ب... بکنه به نظر من بزرگترین ثوابیه که میتونه که انجام صد دستت بزرگترین خدمت بزرگترین ثواب هم چه اخروی داره هم دنیوی داره همه چیز داره واقعا درش هست یک انسانی که وقتی شما تربیت میکنید به جامعه تحویل میدید به جامعه خدمت میکنه به بشریت خدمت میکنه درست خدمت کوچیکی نیست امیدواریم که مورد توجه قرار مطالب و بیشتر روش فکر بکنن و راه های درستی انتخاب بکنن که بچه های و جوان های ایرانی رو مورد حمایت خودمون قرار بدیم و در همون سرزمین بمونن و برای اون سرزمین خدمت بکنن به امید اون روز انشالله. مرسی.